سلام خدمت دوستان عزیز، با ادامه دوره انیمیشن سی سی سر خدمتون هستم. بچه جلسه قبلیم در رابطه با بحث ترنسلیت صحبت کردیم، این جلسه میخوام در رابطه با اسکیل صحبت بکنیم که چجوری بتونیم در حد ابعاد یک حالا المان رو تو صفحه تغییر بدیم. خب من اینو تغییر بدم به اسکیل. برای اسکیل بچه ها دقیقا مثل ترنسلیت ما سه حالت داریم. یه اسکیل داریم، یه اسکیل ایکس داریم، یه اسکیل وای داریم. بریم اول سراغ خود اسکیل. اسکیل دو تا پارامتر میگیره. میگه شما میخواید در جهت محور ایکس ابعادش چقدر تغییر کنه، در جهت محور وای ابعادش چقدر تغییر کنه. مثلا من میگم میخوام در جهت x دو برابر بشه، در جهت y 4 برابر بشه. اسکیل هم اینجا اضافه میکنم. بریم ببینیم بچه ها. یک کنید. اسکیل چه دقیقه سریع انجام شد. آنچه این عوض کردم من ترانسفورم. یک کنید بچه ها. خب بذار من یه ذره جابجا کنم که بهتر بشه بچه ها. پوزیشن ابسولوت تاپ 40% مثلا F30%. خب یا کنید بچه ها، موس رو که میارم روش در جهت X دو برابر میشه، در جهت Y 4 برابر میشه. محتوای داخلش هم بچه به همچین اون هم تغییر ابعاد پیدا میکنه. خب بریم سراغ ترنسلیت ایکس بچه ها. بچه ها قبل اینکه بریم سراغ ترنسلیت ایکس یه چند تا چیز جالب راجع به بتونشون بدم. اگه خواستید ابعادش رو کم بکنید باید عدد کوچیکتر از یک بدید. مثلا من میخوام در دو هر دو جهت نصف بشه. عبادش نصف میشه. پس بچه اگه عدد بزرگتر از یک بدید بزرگ میشه، اگه عدد کوچکتر از بین صفر و یک بدید عبادش کوچکتر میشه. پس بچه میتونید اینجوری نوشتین. من اینجا یک کامنت بذارم. if من میذارم x or y between 0 and 1 باش میده چه اتفاق بیفته بچه ها؟ decrease بشه، سایزش کوچیک میشه. اگر x مون یا y مون چی نوشتم؟ چی دارم می نویسم بچه ها؟ ای خدا ببخش بچه ها. بگیر دن و اینکریز میشه، سایزش بزرگ میشه. حالا یه حالت دیگه هم داریم بچه ها. اگر منفی بذاریم چی میشه؟ یه اتفاق خیلی جالب میفته بچه. منفی بذاریم نگاه کنید، من میکنم دو، این رو میکنم دو، ایکسش رو میکنم منفی. بچه نگاه کنید چه اتفاق میفته. متوجه شد چی شد؟ در جهت x و y دو برابر میشه ولی در جهت x یه دور میچرخه. یاد انگار داره روتیت میکنه بچه. میبینید؟ در جهت x هم میشه y هم میشه این کار کرد بچه. نیا کنید اتفاق جالب میفته بچه. نیا کنید من اینو یک شو بدم.
در جهت وای چرخید بچه ها. اگه دوتاشو منفی بدید چون میخواد در هر دو جهت به چرخه اینجوری میشه بچه. میبینید؟ خیلی اتفاق جالبی میاد. بس بچه این منفی دادن هم اتفاق جالبی رقم میزنه. بریم سراغ ترنسلیت x. اینو میکنم ترنسلیت x یه پارامتر بیشتر نمیخواد. یعنی فقط در جهت x تغییر کنه. اگه بکنم y فقط در جهت y. حالا میخوام در جهت y بکنمش منفی 2. این بچه ها هم میچرخه هم بزرگ میشه. خیلی عالی. خیلی خوب بچه ها، این هم از اسکیل. پس ما چند تا حالت داریم برای اسکیل. یه اسکیل عادی داریم که در جهت x و y شما میتونید ابعاد تغییر بدید. یه اسکیل x داریم که در جهت x یا افقی تغییر میکنه اندازه. یه هم اسکیل y داریم که در جهت عمودی ابعاد تغییر میکنه. اگه عدد بین 0 و 1 بدید ابعاد کوچیک میشه. بزرگتر یک بدید ابعاد بزرگ میشه. بعد همون اندازه بچه ها، مثلا اگه من اینو بکنم منفی نیم ابعادش نصف میشه. در اون جهت هم میچرخه بچه، نیا کنید در اون جهت هم میچرخه. پس اگه منفی بدید یه چرخش هم خواهد داشت در اون جهت. خیلی خوب، بریم بیام جلسه بعد راجع به روتیت صحبت کنیم بچه ها.